مریض بودم، سر برنامه نتونستم برم. بچه ها تقویمشون من بودم. در بخش قبلی عرض کردم میومدم میگفتم مثلا امروز شادی جشنه، نمیدونم امروز عزای عمومی اینا. بعد بچه ها هم متناسب با حال و هوای تقویم خب برنامه اجرا میکردم. تصور بفرمایید که من یک روز مریض بودم نیومدم، یعنی صبح اصلا یهو دیدن رشیدپور نیست، نیومده دیگه، مریضه. پرویز نشاط وارد استودیو میشه، از اینجا به بعد رو خود پرویز نشاط تعریف میکنه، رو اون فلش وایس رو تعریف کن. چیزی که میگم به لحاظ فنی مجریا بهتر میدونن. قبل از اینکه بیان رو آنتن اصلا تقویم رو چک میکنن که ببینن مناسبت خاصی، اتفاق خاصی، هرچی که هست. من روز اومده بودم خیلی شاد، پر انرژی، رفتم وایستادم جلوی دوربینو. بعد توی استدیوی برنامه تلویزیونی دو تا تلویزیون بالا هست، یکیشو میگن پریویو، یکیشو میگن آنتن. اونی که پریویو توی استدیو رو نشون میده، آنتن هم که خب آنتنه، همونیه که شما دارین میبینین الان. بعد من اینجوری وایستادم و آماده شدم و لباسمو درست کردم برای یه پلاتوی، برای شاد، یک پلاتوی خیلی قدرتمند که به قول خودمون بری بتره کنیم. به نام خدا، سلام، صبح بخیر. از این بدتر. بعد اومدم شروع کنم، یهو دیدم روی آنتن گوشه تلویزیون اینجوری روبان مشکی هست. روبان مشکی؟ آره، روبان مشکی اینطوری خورده. بعد یه نگاه کردم گفتم من تقویم رو چک کردم، اتفاقی نیفتاده بود، چرا روبان مشکی زدم؟ اومدم از فرهاد بپرسم که فرهاد چه خبر شده، چی شده؟ یهو فرهاد گفت 3-2 آنتن. من گفتم که دردها همیشه سهمگین نیستند، دریاهای سهمگین و خشن از ناخدا. نفهمیدم چی گفتم، تموم شد رفت. و بعد اومدم برم بیرون، فرهاد یه دفعه این گوشیشو برداشت و گفت این چه پلاتویی بود گفتی؟ مگه نگفتی پر انرژی و قدرتمند؟ مرد حسابی، اعضای عمومیه، پلاتوی چی میخوای؟ بعد گفت یعنی چی؟ گفتم اینو ببین، روبان مشکی زدن گوشه تلویزیون. اینجوری رفت پشت صحنه و گفت چیزو صدا کرد، حبیبی رو صدا کرد، گفت حبیبی نورالعین اعضای چیه؟ گفت اعضا نیست امروز. نه گفت کی میگه؟ گفت این میگه. به من گفت اعضای چیه؟ گفتم نمیدونم، ولی اینجا یه روبان مشکی زدن. حبیبی اومد نگاه کرد، بعد رفت زنگ زد به اتاق فرمان. آره، گفت مسخره ها، شما امروز آهنگ شاد گذاشتین تو کنداکتور، اعضای عمومیه. بابا اعضای عمومی نیست، ما چک کردیم. گفت بابا اینها اعضای عمومی. گفت کی میگه؟ گفت پرویز میگه. گفت از کجا میگه؟ گفت بابا گوشه تلویزیون رو روبان مشکی زدن. از تو اتاق فرمان اومدن، اومد یه نگاهی کرد، اون خودش هم چک نکرده بود، داده بود که دیگه چک کرده بود. زنگ زد به اون، گفت آقا مگه من به تو نمیگم قبل اینکه بری رو آنت تقمو چک کن؟ گفت چک کردم. گفت مرد حسابی اعضای عمومیه. گفت کی میگه؟ گفت پرویز میگه. گفت پرویز از کجا میگه؟ گفت اینا روبان مشکی زدن. حالا حمیدم اون تا چون بعد از من میرفت دیگه، اینجوری مثل مرغ سرکنده داشت وای میزد که چیکار، اینم یه پلاتو آماده کرده بود. آره. بعد چیکار که گفتن آقا بریم تو خبرها، مثلا کانالای خبری رو بررسی کنیم ببینیم اعضای اون خبرگزاری ها و اینا رو. بعد یه آدم با شخصیتی داریم پشت دوربین، بعد اون اومد و آی دکتر خیلی عاقلا در صفی اومد یه نگاهی کرد و یهو اینطوری کرد و گفت آه اعضای عمومیه دیگه، احتمالاً یه اتفاقی افتاده. اعضای عمومی اعلام کردن. اعضای عمومی اعلام کردن دیگه، ما نمیدونیم. شما پلاتو غمگینتون. آره بگی. بعد این برای چک کردیم، سایتای اون برای چک کردیم، نه اصلا خبری نیست. بعد یه آقای سرداری داریم، اکبر سرداری اومد تو، اینم مهندس فنیه. آره مهندس فنی، بعد کار دکور انجام میده، همیشه یه خودکار اینجای گوشش بود. اومد تو اینجوری کرد چی شده شلوغ کردن اینجا؟ گفتم که اعضای عمومی بوده، چک نکردن تقویم ما رو فرستادن رو آنته. بعد گفت چی گفت اعضای عمومیه؟ گفتم من دارم میگم. و تو از کجا میگی؟ بیا ببین روبان مشکی زدن گوشه تلویزیون. یا اون نگاه کرد گفت ای بابا این مسعود هم هیچ وقت کار درست انجام نمیده، رفت اونجا یه سیمی رو کشید اون رفت.
کابل افتاده بود گوشه تلویزیون. کابل افتاده بود گوشه تلویزیون. بعد یهو به حمید گفتن که حمید اعضای عمومی نیست. شادش کن. شادش کن. شادش کن. حمیدم قبلش بهش گفته بودن ترک خوردیه و نمیدونست. خلاصه اون روز اصلا داستانی شد. به همین دلیل بود که من تا پای مرگم میومدم خودم تو استودیو ببینم چه خبره. نه خیلی خوب بود. خیلی خوب. آفرین. آفرین.